ده حقیقت زیبا و شنیدنی درباره ابو علی سینا. ابو علی سینا دانشمندی است که در ابعاد مختلفی از خود استعداد و نبوغ نشان داده است. پزشکی یکی از ابعاد علمی و شناخته شده ابو علی سینا است. در این ویدیو حقایق جالبی درباره ابو علی سینا را یادآوری می کنیم. با ما همراه باشید. ابو علی سینا در روستای افشانه نزدیک بخارا به دنیا آمد. بخارا در زمان قدیم بخشی از ایران بود، ولی امروز این شهر قسمتی از خاک ازبکستان قلمداد می شود. ابو علی سینا بالغ بر 450 کتاب را تألیف کردند که به دلایل مختلف از جمله جنگ‌های متعدد کشور از بین رفتند و تنها 240 مورد از آنها باقی مانده است و اغلب آنها در مورد پزشکی و فلسفه است. این کتب بیشتر به زبان عربی و فارسی دری نوشته شده است، زیرا در آن زمان زبان مردم خاورمیانه عربی بود. ابن سینا نه تنها از مشهورترین اندیشمندان در طول تاریخ است، بلکه در لیست فیلسوفان بزرگ جهان هم قرار دارد. سازمان یونسکو جایزه دو سالانه به نام ابن سینا را در نظر گرفته که به پیشروان علم و اخلاق اهدا می کند. در دانشنامه فلسفه دانشگاه تنسی از ابو علی سینا به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف جهان نام برده شده است. کتاب قانون ابو علی سینا درباره طب نوشته شده و در دانشکده‌های پزشکی دنیا مرجع دانشجویان پزشکی است. کتاب قانون بعد از کتاب آسمانی انجیل بیشترین تیراژ چاپ را دارد. نبوغ ابو علی سینا در کودکی و نوجوانی موجب شد تا در 18 سالگی به همه علوم زمان مسلط شود. از آن به بعد تنها با استدلال‌های شخصی توانست پیشرفت و رشد علمی پیدا کند. ابو علی سینا که علم پزشکی دنیا مرهون زحماتش هست، یکی از ریاضیدانان مشهور ایران زمین نیز می باشد. وی علم منطق و هندسه را در کودکی آموخت. ابو علی سینا اشعار بسیاری نیز به زبان عربی سروده که برگرفته از سلطه زبان عربی در آن دوران بوده است. البته اشعاری به زبان فارسی به وی نسبت داده شده که زیاد معتبر نیست. هیچ منبع معتبری درباره ابو علی سینا و ازدواج وی به دست نیامده. در اسناد و مدارک تاریخی نشانی از ثبت ازدواج ابن سینا دیده نمی شود. ابن سینا یکی از بنیانگذاران پایه‌های هارمونی در موسیقی است. وی 3 کتاب در زمینه موسیقی دارد که یکی به زبان دری و 2 کتاب دیگر عربی است. زندگی نامه ابو علی سینا فراز نشیب‌های زیادی دارد. ابو علی گاهی عزیز دربار و زمانی زندانی و دربند بوده است. او پیشنهاد ماندن در پست وزارت را از پسر شمس‌الدوله قبول نکرد و به همین دلیل 4 ماه به زندان افتاد و در همین ایام 3 کتاب نوشت. ابو علی سینا چون حاکم خراسان را از یک بیماری مهلک نجات داده بود، به عنوان طبیب شخصی او انتخاب شد. روحش در آرامش ابدی.